توی این قسمت میخوایم بریم سراغ find و replace کردن که یک چیزی با یه چیز دیگه توی regular expression و در واقع توی پایتون. توی regular expression ما find و replace نداریم، اما تابعی توی کتابخونه regular expression و پایتون هست که بهمون این اجازه رو میده که یه چیز رو find و replace بکنیم. پس با ما همراه باشیم. خیلی خوب، برای انجام چنین کاری ما میاییم و از یک تابعی تحت عنوان sub توی کتابخونه regular expression پایتون استفاده میکنیم. من الان میخوام بیام بگم که هر جا اسم احسان رو دیدی این رو عوض بکن با مثلا حسین، یا میخوام بیام بگم هر جایی کلمه نامتعارف مثلا تو متن من دیدی اون رو با ستاره جایگزین بکن و کلمات نامتعارف من مثلا توی یک گروه قرار داده. یا مثلا من میخوام بیام و بگم که هر جا مثلا کلمه هک دیدی کلمه هک رو تبدیل کن به مثلا هک قانونمند. خب اینها مثال هایی هستن که با نوتپد هم میتونید تقریبا انجامش بدید، اما چه مثال هایی که با regular expression میتونید انجام بدید؟ مثلا من میخوام بیام بگم هرچی IP address توی این متن پیدا کردی بغل IP addressش مثلا یه دونه نکته ای رو اضافه بکن، یا خط هایی که فقط IP address داره رو برای من انتخاب بکن و شماره گذاری کن خط ها رو، یا چه میدونم میخوام اونایی که مثلا شماره موبایل توشون هست و شماره موبایل ها رو یه قسمتی از شماره موبایل رو ستاره بزنم فقط آخرش رو به من برگردون. همه این کارا با regular expression میتونیم انجام بدیم. فکر کنم مثال آخری که شما موبایل باشه جذاب تر باشه. خب پس بریم سراغ کد نویسی. مثل برنامه های تلویزیونی من اینجا ایسای شماره تلفن دارم، مثلا 912-123-4578 زیاد شد، 912-123-4-8-9-911-147-8-5-6-3 همین ستا کافی. خب من میخوام این رو بیام find و replace بکنم. خب برای این کار اول از همه باید از تابع sub استفاده بکنیم. sub pattern، replace pattern، string، count و flag رو داره. خب من pattern هم که مشخصه، اول از همه با pattern هم بنویسیم. من میگم شروع و پایانش که مشخصه، فقط همینه توی استرینگمون، این وسطش فقط میمونه که میگم بین عدد 0 تا 9، یا مثلا اینجا یک گروه درست میکنم میگم 912 919 و 911 فقط شماره این سه تا گروه رو میخوام، و بعد از اون هر عدد بین 0 تا 9 میتونه به تعداد 1 2 3 4 5 6 7 بار تکرار بشه، یعنی یک شماره تلفن معتبر و ولید. خب الان ببینم اینا رو برام چجوری برمیگردن اگر find all استفاده بکنم. این 1.2 1.9 1.1 گروپ ها رو با هم دیگه جمع کردیم، کار گروپ هاست. خب 919-912-919 رو به من برگردون. اوکی خب الان باید این خب 912-911. خب اتفاقی اینجا میفته اینه که این گروپ رو در نظر میگیره و همین رو برمیگردونه و گروپ دوم در نظر نمیگیره، و برای این کار این رو هم باید در واقع توی گروپ بفرستیم. یعنی توی گروپی که خودش در اصل نمیگاره، نمیره توی گروپی که، پس این رو باید توی گروپ بفرستیم. الان این دوتا میان و این دوتا رو باید با هم دیگه پیوند بدیم. میگیم اولی یعنی صف علاوه SRC1. خب شمارهامون اومدن، و اگه یه شماره نامعتبر اینجا بنویسم، مثلا الان اینجا 910 نامعتبره،
اون رو برنامه ست نمیکنه. یعنی اگه واقعا نامعتبر باشه 911 باشه، هم بوده دو تکراری که ما میخوایم نداشته باشه، میبینید که بازم اون رو نمیاره. پس پترنمون الان درست کار میکنه. خب حالا کاری که ما میخواستیم بکنیم این بود که بیایم یه قسمتی از این رو، مثلا 1 2 3 این وسط رو، بیایم ریپلیس کنیم با ستاره، اوکی، و بعد خروجی رو چاپ بکنیم. خب این الان مال قسمت مچش بود، اما مال قسمت ریپلیس کردن این قسمت با ستاره که همین کار ما هست، باید بیایم بگیم که اینا رو در نظر داشته باش توی پترنمون. این گروپی که این وسطش هست رو بیا ریپلیس کن با ستاره. خب پس من اینجا یک از اینا باید بذارم که این در واقع بهش میگن lookout assertion اگه اشتباه نکنم، جزء assertion ها هستن. بعد همونطور که میبینین میگه که این باید با ABC شروع بشه، اما تو برو DEF رو برای مثل کن. یعنی یه جوره یه ایفه، به این میگن look around assertion و یه جور شرط هست توی regular expression. پس من میگم اینا باید اول کار ما باشن، اما تو اینو باید سلکت کنی. الان اگر من خود رو رفرش کنم، خب هیچ چیز رو برای من نیاورد خدا رو شکر. بذارید بریم توی همون محیط اینجامون چک بکنیم و بهبودش بدیم. خب اگه من کرت رو نذاریم ناباورانه درست میشه. look behind assertion بود، ببخشید. این کرت رو نباید بذاریم تا درست بشه فکر کنم. همون رو برگردیم بدون کرت، بدون کرت درسته، چون در واقع شروع استرینگ ما شروع لاین ما نیست دیگه و اینو چون ازش حذف میکنیم کرتمون اینجا کار خراب میکنه. پس نمی نکته بود، چون این شروع استرینگ اون 912 شروعه که اینا میدونه assertion carrot نباید اول استرینگ باشه. خب اوکی، بعد carrot رو حذف میکنم و الان میبینید که قسمت دوم استرینگ رو برام میاره. حالا من میخوام توی این قسمت دوم استرینگ ها بیام و ستا رو، مثلا ستای اول رو در واقع ریپلیس بکنم، یا همش رو مثلا ریپلیس بکنم، یا چه میدونم، حالا ستای اول رو ریپلیس بکنم. خب پس در واقع اون چیزی که ما میخوایم سلکت بکنیم اینه که ستای اول رو میخوایم سلکت بکنیم به عنوان گروپمون، اما باید در نظر داشته باشیم که میتونه بیشتر از اینم باشه. اوکی، من ستای اول رو سلکت کردم، اما میتونه صرف تا 9 به تعداد در واقع 4 تای دیگه به عنوان استرینگ که ما در نظر داریم وجود داشته باشه، اما ما اون ستای اول رو میخوایم که اینجا اومده و میخوام این ستای اول رو ریپلیس کنه برای من با ستاره. و خب الان من فایند اوت استفاده میکنم، کار خراب شد. الان اوکی، 912 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب من اینجا ستاره نمیم، قیل 911 و یه ستاره. چرا؟ چون این مولتی لاین ما فلگش رو نشناخته، باید بگیم فلگز مساوی مولتی لاین و این بار برای هر لاین ستاره در نظر گرفته، اما یک ستاره در نظر گرفته، نه به ازای این ستاره پتیشن یک ستاره. خب چون این سه تا هست، ما اینجا سه تا ستاره لازم داریم، چون سه حرف رو داریم ریپلیس میکنیم. اما در کنار این سه حرف بذارید، چون این سرچ هم ما در واقع هم مستقیم میخوایم پرینتش کنیم، اونو بذاریم دونه دونه میگیره کارمون خراب میشه، هم مستقیم پرینتش کنیم. الان شد 912 ستاره، 919 ستاره و 911 ستاره. الان فقط من چیزی که دارم اینه که بیام این گروپ اینجا این رو برگردونم. خب
این الان چون گروپ نیست نمیتونیم برش گردیم، اما اگر من این رو تبدیل به یک گروپ بکنم میتونیم با استفاده از بک اسلش و شماره گروپ، یعنی شماره این میشه 1 2 3 گروپ 3 برش گردیم. خب این الان یه چیز عجیب برگردون به من، اون چیزی که میخوام نبود. مراجعه میکنیم به داکیومنتیشن و ببینیم اون چیزی که من میخوام اینجا هست دالر بود یا نه. matches the contents of the group the same number. خب میبینید که اینجا مثالش خوش اومده، گروپ اول ما که این میشه دده، اما یه سرچ تو گوگل. خب جواب رو پیدا کردم توی استک اورفلو و یکی از این آیتم هایی که اینجا گفته، میگه کپچر گروپ های ما باید را استرینگ باشن تا اسکیپ نشن توی در واقع رگولار اکسپرشن. و در واقع یه چیزی آپشنی که خود پایتون فکر اضافه کرد، البته توی گروپ ها این نکته وجود داره، توی گروپ ها هر چیزی که شما بزنید اسکیپ میشه و توی پایتون برای اینکه جلوگیری کنه از این اسکیپ شدن، یعنی اینکه کاراکترهای معنادار هم توی گروپ ها ببرید، باید اون رو به صورت را استرینگ برید. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره، یعنی که شما اینجا توی گروپ ها نمیتونید از اسپیشیال کاراکتر ها استفاده کنید مگر اینکه را استرینگ باشه. خب حالا این چیزی هست که من متوجه شدم. خب پس میایم پایین و این رو میکنم را استرینگ و الان اگر ببندیمش میبینید که شماره تلفن ها رو برای من آورد با اینکه سه تا کاراکتر وسطش برای من با سه تا ریپلی شد. حالا شما تعداد بسیار زیادی شماره تلفن اینجا داشته باشید، 912 15 918، همه اینها رو برای من میاره، حتی اون دوتای آخری به خاطر اینکه جزو اینا نیست نمیاره، 915 918 معلوم میاره و اون سه تا کاراکتر وسطش رو برای من ریپلیس میکنه. خب این یکی از کاربردهای عملی و پرکتیکال از رگولار اکسپرشنه که توی برنامه‌های تلویزیونی مختلف، توی قرعه کشی های تلویزیونی که یه شخص برنده میشه کل شمارش که نشون نمیده، اون شخصی که برنامه نویسی کرده میتونه با استفاده از رگولار اکسپرشن، با همین یه خط، با استفاده از مفهوم کپچرینگ گروه و با استفاده از گروه ها بیاد این کار انجام بده. ما این قسمت قرار بود که بیایم find and replace رو بگیم، اما خب یه جوری practical example بسیار خوب شد که شما بتونید ابعاد کار regular expression رو ببینید. امیدوارم از این ویدیو آموزشی لذت برده باشید.